أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين إلهي لا تعذبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. از شد که دعای شریف ابو حمزه صومالی امام سجاد علیه السلام در این دعا حالات گوناگون بنده را بیان می‌فرماید. و عمده حالات عبد جنبه تقاضا و عدم مطرودیت او از درگاه الهی است. یکی از جهات مطرودیت عبد این است که عبد به عقوبت الهی مبتلا بشود. عقوبت نشانه دوری عبد است از ساحت قدس ربوبی. لذا برای اعمال قبیحه و ترک اطاعت خدای متعال عقوبت هایی رو بیان فرموده، برای اینکه بندگان خودشون رو از درگاه قرب و محبت و انس پروردگار متعال دور نکنند و برای توجه بیشترشون به حق تعالی مصوباتی را بر طاعات بیان فرموده است که یک جهت جذبی بشود برای اونها به طرف خودش. بعد شد که گاهی عقوبتها به گونه ایست که بندگان از آن بهره مثبتی میگیرند، گرچه ظاهرش عقوبت است لکن باطنش رحمت است. قرآن کریم مقداری از عقوبتها و مصیبتهای این عالم را از این باب معرفی فرموده است: اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما انسانها را به گرفتاری های اخذ میکنیم، حالا یا گرفتاری ها به لحاظ اعمال اختیاری خودشونه، به سوء اختیار دنبال کردند، یا از توابع این عالم است. و می‌فهمد هیچ امتی نیست الا اینکه اینگونه با اونها برخورد می‌کنی. اون به خاطر عنایت حق تعالی
به بندگانشه که اگر در عالم تزاحم قرار گرفته اند به توابع این عالم گرفتار شدند، از این گرفتاری ها به گونه ای خودشون رو خارج بکنند. لیکن اون چرا که حضرت در اینجا مقصودشون به نظر میرسه این است که انسان در عقوبت فرو نره، طوری نشه که همواره در عقوبت بوده باشد که تنبهی در آن نباشه، برگشتی در آن به سوی حق تعالی نباشه. لذا در دنبالم عرض میکند ولا تمکر بی فی حیلتک، مرا در حیله خودت قرار نده، در مکر خودت قرار نده. این هم یکی از سنت های الهی است که گاهی کسانی که بخواهند خدای متعال مکر بکنند و به گونه ای با دین الهی برخورد نامناسب داشته باشند، خدای متعال اونها را به گونه ای در مکر قرار میده، یعنی در یک واقعیاتی، در یک حوادثی که خیال کنند این حوادث به نفعشونه اما در حقیقت به ضررشونه. در مکر قرار گرفتن اینطور میشه دیگه، شخص مکار اینگونه است، برای شخص دیگری برنامه ای نقشه ای میریزه که او از این نقشه برداشت خوب داشته باشه که در واقع این چاهیست برای او. عده‌ای میخوان با خدای متعال اینگونه، با قوانین الهی اینگونه برخورد بکنن. لذا میخواد که و مکر الله و الله خیر الماکرین. عده‌ای میخوان مکر کنند، خودشون رو به عنوان به حسب ظاهر تابع دین الهی که پذیرفته است آن را جلوه میدند که از این طریق بتوانند در جامعه مؤمنین مسلمین نفوذ کنند، وجهی داشته باشند، از قبل دین بهره ببرند، اما در واقع اینها بهره درونی از دین ندارند. این میشود مکر این انسان ها. خدای متعال هم این انسان ها را در مکرهایی قرار میده که اگر تنبه پیدا کردند که توبه بکنند، اگر تنبه پیدا نکردند دیگه همواره تو این مکر فرو میرند. آنگونه که در آیه استهزاء این چنینه، الله یستهزئ به. در این قسمت از دعا امام سجاد علیه السلام این گونه از خدای متعال میخواهند که خدایا به گونه ای نشه که من همواره در مکر تو فرو برم، تنبه پیدا نکنم که دارم خودم را گول میزنم، خودم رو دارم نابود میکنم، به خیال نابود کردن دین
و قوانین دین قدم برمی دارن. خیال عدم اطاعت از فرامین الهی و مقابله ای با فرامین الهی قدم برمی دارن. اما طوری نشه که من در این تخیلات همواره بمانم. در دنباله دعا حضرت اون حال بنده را بیان می‌فرماید که بنده در همه حالات مستغنی از حق تعالی نیست، چه در حالاتی که در مسیر خیر است و در مسیر انجام خیرات است. نباید خودش رو مستقل از حق تعالی بداند و توهم بکنه. که اون کسانی که در مسیر خیرات باشند و گاهی چنین توهماتی برای اونها رخ بدهد، اونها هم به یه ابتلاعاتی امتحان می شوند تا متوجه بشوند که نه، خودشون استقلال ندارند، اختیار دارند، با اختیار آمدند، اما اختیار مساوی با استقلال نیست. این که من آمدم در مسیر خیر راهنمایی او بوده است. جلوه حقیقی دادن خیر بوده است برای من، چون خیر از ناحیه حق تعالی جلوه حقیقی پیدا میکنه، در مقابل شر که از ناحیه شیطان جلوه توهمی و باطل برای انسان داره. حبب الیکم الایمان، خدای متعال ایمان را به سوی شما محبوب قرار داد، این جلوه خیر است. لذا خدای متعال از این داد من این لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من اندک، من چگونه در مسیر خیر باشم با اینکه خیر جز از ناحیه تو نیست؟ خب این یه بینشی است قرآن کریم به ما میدهد که خیر مطلق و به ذات خدای متعال است. الله خیر و ابقى، و از خیر مطلق جز خیر صادر نمیشه. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، خدای حق که عین واقعیت و ثبات مطلق است، از او جز حق ظهور نمی کنه. هر جلوه ای از جلوات واقعیات خارجی که جنبه ثباتی داره به حق تعالی قیام داره که ما رو به سوی خودش میکشه دیگه. خیر یعنی ما یختار، اونست که اختیار میشه، اونست که انسان را، موجود زیشعور را به سوی خودش میکشاند. وجود خیر است، چون هر موجودی از اون نظر که وجود دارد خودش رو میخواد، خودش رو حفظ میکنه، در برابر از بین رفتن خودش مقاومت میکنه. منتها
این خواستن و این مقاومت به ذات مستقل برای خودش نیست. این هست که در بحث‌های دیگر ازش به فطریات یا امور طبیعی و امثال اینها تعبیر میکنی. موجودات یک امور طبیعی دارند، یک فطریاتی دارند که از خارج بهشون داده نشده، شاکله وجودشون با آن ساخته شده. طبیعیات و اینها فطریات، این فطریات بالاتر با شعور اینها همراهه که مختص به انسانه. طبیعیات اون تمایلات طبیعی است، اما هیچ کدام از اینها از ناحیه خود این موجود نیست که میخواد خودش رو حفظ کنه، خودش رو میخواد، چون جلوه اون خیر مطلقه. من عین لی الخیر، من کجا خیر دارم؟ به خودم نگاه میکنم چیزی از خودم ندارم. خیریتی هست اما خیر مطلق نیست. الخیر برای حق تعالی است. لا یوجد الا من عندک، خیر جز از ناحیه تو نیست. لذا تو همواره خود رو میخواهی و همواره جلوه های خود رو میخواهی، و ما هم که خود رو میخواهیم از این جهت هست که جلوه ای از تو هستی. این خودخواهی ها طبیعی است اما به ذات مستقل نیست. با این تعبیر معلوم می شود که از یک خودخواهی مطلق سرچشمه می گیره که اون حق تعالی است. ما خود محدود داریم، خواستنمون هم نسبت به خودمون محدوده. همه اینها از آن خیر حقیقی سرچشمه میگیره. لذا اگر خیری از ما صادر میشود نباید آن را به خودمون استقلالا نسبت بده. یکی از راه‌های نفوذ شیطان در ما همین است که اگر نتواند مراحل قبلی در ما نفوذ کنه، در این مرحله نفوذ گاهی میکنه، وسوسه میکنه، کار خیری انجام میدهیم، این مقدار ما رو به خودمون متوجه میکنه. که ما از خودمون خوشمون بیاد. خوش آمدن یه امر طبیعی است، یه امر فطری است، از این نظر که فعل به فاعلش تکیه میکنه، فعل هم فعل حسن باشد. اما به ما توجه میدهند که ما توجه داشته باشیم که این فعل حسن به طور مطلق به خدای متعال نسبت داره. اگر فعل منم حسن است، به تحسین او حسن است. والله خلقکم و ما تعملون، در یک جا اینطور می فرماید عمل مال من ها و ما تعملون نسبت به من داره، اما به خدای متعال هم نسبت داره. این عین امر بین الامرین، خلقکم و ما تعملون. وقتی که این گونه باشه، بندید الذی احسن کل شیء خلقه،
هر خلقتی را نیکو قرار داده. اگر عملی نیکو بود و خوشایندی برای من حاصل شد که می شود برای اینکه این عمل باقی بمانه و ثباتی پیدا بکنه و جهت وجه اللهی پیدا بکنه، من باید نسبتش بدم به خدا که خودم مستقل نیستم. اینجا شکر بکنم، فرمودن اینجا شکر بکن، الحمدلله که خدا منو موفقم کرد کار خیر و نیک انجام بدم. این شکر ربط میدهد عمل را به خدای متعال. از توابع سوء انجام عمل خیر انسان رهیده می شود و تا وقتی که این توجه نیامده، گاهی دست تربیت الهی ما را محروممون می کنه از تداوم کار خیر. گاهی این چنین ها و اینکه ما را متنبه هم بکنه، متوجه هم بکنه که من یه برنامه ریختم، برنامه هم خوبه، اما چرا این متوقف شد؟ تدبیر حقیقی را از اون مدبر حقیقی من منقطع نبینم. لذا در روایت هست که می‌فهمد که گاهی خدای متعال بنده اش را از نماز شب محروم می‌کند. نماز شب خوبه، خیلی خوبه، اما می‌خواد یه تحول بهتری در وجود عبدش ایجاد بکنه. این عبد متوجه میشه، یه دفعه شرمنده میشه. چی شد؟ کار خیر رو انجام ندادی؟ حتما تو یک مشکلی داشتی، حالت تنبه، حالت زاری، التجا براش پیش میاد. این خوبه، چون ما ضعیفیم، حالات ما ضعیفه، ناقصه. خدای متعال میخواد همواره این حالاتمون از ضعف به قوت، از نقص به کمال بیاد. لذا گاهی محرومیت ها هست. لذا در روایت در دنبالش میاد که اون سرزنش عبد خودش را به جهت محرومیتش از نماز شب بهتر از اون نماز شبش. نه اینکه نماز شب نخونیم، نه، باید برنامه ریزی بکنیم همواره. اون مقداری که در دست ماست، لکن اگر یا محروم شدیم دنبال اون گیرها بیافتیم که اون راوی میاد خدمت علی علیه السلام عرض میکنه آقا من محرومم از نماز شب، حضرت میاد که قیدت که از اون رو بک، گناهانت تو در زنجیر کرد، چون ماها ناقصی. اون اولیاء الهی که از این ورطه ها گذشته اند، اونها حالات نفسانیشون دقیقا کنترله. هر جا حالت خوشایندی باشه ابتش میدن به خدا، هر جا یک حالت ناگواری باشه به خودشون نسبت میدن، ما اصاب من مصیبت فمن نفسک، اما اصحاب من حسنت فمن الله. اینها دلک میکنن این مسائل رو. لذا همواره موفقیت های کارهای خیر رو دارند. این توابع سوء نفسانی به اونها حاصل نمیشه. اما ها که ضعیفی، هنوز وصل کامل به خیر مطلق نشدی،
میخوان ما رو به گونه هایی اصلمون بکنند به آن حقیقت مطلقه. این یه نکته بود که خیلی دقت داشته باشیم، جنبه های تربیتی و کاربردی است. من اين لي الخير يا رب ولا يوجد الا من عندك ومن اين لي النجاة ولا تستطاع الا بك. حالا دنباله کلام رو انشاءالله در جلسه آینده در همین منوال انشاءالله به عرض خواهیم رسوند. السلام علیکم و رحمت الله.